سلام و وقتتون بخیر بیننده های بسیار خوب و عزیز و نازنین تلویزیون آرزو، امید که خوب و صحتمند باشین و لباس عافیت بتن داشته باشین. یک هفته دیگر سپری شد و من خالد بارکزای میزبان شما در این برنامه هستم. خیلی خداوند را شاکر و سپاسگزار هستم که یک فرصت بسیار خوب دیگر میسر گردید تا خدمت شما حضور داشته باشیم. در برنامه امروزی ما مهمانی که بیشتر مورد بحث قرار گرفته یک چهره کاملا جنجالی که همیشه تاکید کردند که مرد اگر زن را ببیند و تحریک نشود مرد نیست و این که دانشگاه نگو که باز خرابی میشه. بله، همگیتون شناختین، منظور ما آقای سید ذکرالله هاشمی استاد دانشگاه با ما در این برنامه هستند. حرفای کاملا جدید و متفاوت و بحث خودمانی و دوستاشنه با ایشان می داشته باشیم. فراموشم نشه که ما در ترکیش فامیلی رستوران واقع در شهر نو منزل چهارم قسمت گلخانه هستم. تمنای حضور شما را تا آخرین برنامه با خود دارم. فراموش نکنین، بیننده باشین و تا آخرین لحظات ما را در این برنامه همراهی بکنید. مجدد و تشکر از اینکه بیننده بودین. در ابتدای برنامه مهمان بسیار خوب ما را خدمت شما معرفی کردیم و ما میخواییم که یک سلام علیک همراهیشون داشته باشم. سردار آقا صاحب سلام، وقت شما بخیر. خوب هستن؟ خیر زنده باشید. شاید بیننده بگن که سردار آقا صاحب از کجا شد. سردار آقا صاحب شما رو بچهایتان برتان میگن؟ در خانه میگن. خب یک فلسفه گفتین داره، یک قصه داره، چطور که تمایل پیدا شد مثلا شما رو به نام سردار آقا صحبت کنن؟ شاید یک دلیل وجود داشته باشه. الحمدلله وحده و صلات و سلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، بارکزای صاحب بر شما و بر بینندگان تان سلام های خود را تقدیم می داریم. یک فلسفه شاید الان هم در افغانستان مردم عمل می کنه سرشی است که کلان یک نام می مانن. یعنی خورترک ها بر کلان ها به نام خودش نمی گه، یا آقا می گه، یا کاکا می گه، یا ماما می گه مثلا، یا یک نام دیگر است، سیوم نام سرش می مانه، دوم نامه که به امون نام برش بگن. دیگه لحاظا در خانه سر من نام سردار آقا رو ماندن، دیگه اطفال آل کلگشون سردار آقا میگن. نام دومتان است؟ دوم است. همگی به می نام شما رو صدا میکنن؟ بل خورترکا. خورترکا یعنی کلان آقا به نام خودم صدا میکنن. خب، یا برام قاری صاحب میگن. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوش هستم که شما رو بعد از دیر مدت یک بار دیگر با خود دارم در ترکیش فامیلی رستوران. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین اومدین، با وجودی که مصروفیت ها وجود داشت. آقای هاشمی، شما چی بپذیریم یا نپذیریم، یا بخوایم قبول بکنیم یا نکنیم، چی خفه میشین یا نمیشین، یک چهره بسیار جنجالی معرفی شدین در بین مردم. امی دلیل انگیزش در چی از بیشتر؟ یعنی نقطه ضعف در کجاست که بیشتر شما را متمایز ساخته نسبت به دیگران؟ به نظر من اینطور است که در افغانستان تا 20 سال اخیر متحکم ایجا اشغال بود. اشغال که است در هر وطنی که دست پیدا کنه اوجا هر چیزش از بین میبره. مثلا من مثال برات میگم، مثلا در به اصطلاح در رسانه ها سابق بر رئیس جمهور خود دشنام میدم، بعد دو میزدن مثلا، یا بد میگفتن. حالی است که در اسلام برای کلان باید چیز گفتن نشود، احترامش باید واجب است. احترام مثلا نبی صلی الله علیه و آله میگه من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا فلیس منا. هو کسی که کلان ما را احترامش نکنه و سر خرد ما رحمت نکنه و از ما نیست. پس اولین کار که میکنه اشغال امو چیزای مشترکی که در کلتور یک جامعه میباشه او را از بین میبره. احترام کلان از بین میبره، شفقت سر خرد از بین میبره، یعنی کلگی چیزایی که مردم در او یک نوع متحد میباشن اونا را از بین میبرن. بله. یک میراثی واقع شده برای مردم افغانستان با تاسف شدید که هر چیزی که در مابین ما خوب بوده خواستن در جامعه شهری اینا را از بین بردن. اگر کلان باشم برشان یکی چی است؟ یکی دو منی است که یکی از کلانترین مشکلات اشغالی می باشد که به چیزای ثانوی یا فرعی مردم را زیاد سوق می کنند. مثلا حقیقتی است که یک چیزی را قبل از اینکه مثلا در مابینش یک آدم بحث کنه، یک آدم مابینش بپاله ببینه که چی چیزی مثلا هست که مثلا همی وادار از صحبت می شه، قبل از این عکس العمل خود نشان میده. یعنی در کل جناب استاد هدف شما در کلی است که باید یک نوع احترام به کلان داده شوه. و قسم شما اشاره کردین که یک زمان بود رئیس جمهور هم دشنام میدادن و تو یک کار نباید شما موافقت یک چیز شما نیستین. اما اگر رئیس جمهور یا کلانی که به بیراه روان باشه کار اشتباه رو مرتکب بشه، در مقابل از ما باید ترحم صورت بگیره؟ نه، خوال گوشت گبد دیگه چیز است. نصیحت در اسلام یک کلان باب است. مثلا نبی صلی الله علیه و آله گفته در یک حدیث که دین النصیحه،
دین کی است؟ نصیحت است. قلنا لمن یا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. کلان به این صفت حتی ما بین ما و شما کلتوری که برداریم همراه کلانهای خودی تو صحبت نمیکنیم، مثل که هم سند خود صحبت میکنیم یا از خود خورتر هم مثلا خانه های خود سعی کنیم. هیچ کسی با پتر خود به این شکل صحبت نمیکنه، خدا نخواسته، مثل که با یک برادر خود خود صحبت میکنه. دیگه حال موضوع چی است؟ موضوع ای است که ما گفتم دوم چیزی است که مردم در یک کلمه را که میشنوه تحقیق نمیکنه در مابینش، که خود را یک چیزی مثلا جمع‌بندی کنه، علم خود را زیاد کنه، بشنوه که پس منظر از کلمه چی است، به چه خاطر گفته شده، چه نتیجه داره، آیا امی صحبتی که امی شخص میکنه راست است؟ بله. جناب هاشمی، اگر یک شوخی امرایتان کنم، معلوم میشه از گپایتان که شما به همه گی احترام دارین، از خود که کلانتر احترام میکنین و فرض میدانین به نوحی. آقای رئیس جمهور پیشین، آقای غنی، از شما که در سن سالم که کلان بودن، اما متاسفانه در یک شرایط مردم را رها کردن، ترک کردن، میتونیم بگیم که فرار کردن، رفتن از افغانستان. شما بر از او چی میگین؟ یک پیام اگر داشته باشین. هیچ پیام بر از او ندارم، بود نه بر رئیس جمهور ما بود، نه او را من قبول دارم، نه یک شخصی بود که من قابل احترام باشم. خب شما که کلان هست هاشمی صاحب، یک کلان دستن خب هیچی هم هست، بوش هم هست، ترامپ هم هست، قابل احترام شده نمیتونه. من در عالم اسلامی در مابین مسلمان ها گفتم. خب یک شخصی که در افغانستان موجب بلک ها نفر قتل شده باشه، حالا موجب احترام شده میتونه؟ نمیتونه. من همون نظامش رو نمیگم. خب احترام هم برشان نداره. نه خب خیلی بگیرین از این چای استفاده کنین، نوش جان کنین. نه از چای بگیرین هاشمی صاحب. باشین خیلی مبردون گلاسونم تازه کنم بگیرین. یک موضوع فراموشم نشه که متاسفانه همکار بسیار خوب ما آسیب جان امروز نیستن هاشمی صاحب، که چای می آوردن. خوشبختانه همکارای دیگه شون پیش از پیش بر ما آوردن، آماده کردن. ما براتون معرفی میکنم که بغلاوی ترکی و همچنان چای ترکی بسیار مزه‌دار و خوشتم، متفاوت از چاهای دیگه و یا شیرنی های دیگه میتونه وجود داشته باشه. شما میتونین که از این بغلاوه استفاده کنین، به ترکیش بیاین و نوش جان بکنین. آقای هاشمی، شما تا به سطح ماستری را درس خواندین و تحصیل کردین و استاد دانشگاه بودین. باشین که دانشگاه میبخشن دیگه، از زبانم بیرون شد کلمه دانشگاه. آیا برای دخترای این سرزمین یک رم میتین که اینا بیان تا سطح ماستری تحصیل بکنن، چیزی را که به خودتان حق شمردین؟ حالا در اسلام که هست دیگه هیچ شک نیست که در اسلام احکام معینی هست، هم برای مردها هم برای زنها. بله. من مثال برات میگم، مثلا نبی صلی الله علیه و سلم میگه اذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و طاعت زوجها دخلت جنة ربها. میگه اگر خانم های مسلمان نماز پنجگانه خود را صحیح بخونه، روزه خود را بگیره، اطاعت شوهر خود را بکنه، جنت میره. مانایشی است که از زن جهاد نشده خواسته، میدان جهاد بر مردا است. در موضوع نفقه و تکفل که است، این فرض است سر مرد که بر زن بیاره، بر اولادای خود بیاره. مثلا نبی صلی الله علیه و آله میگه کفا بالمرء اثما ان یضيع من یقوت او من یعول. میگه بر ازو کسی این گناه کفایت میکنه که او کسی را ضایع بکنه که خداوند سر از اون نفقهش فرض کرده. نفقه زن، نفقه دختر، از اولادار، از مادر و پدر سر یک انسان فرض کرده خدا پاک در دین اسلام، پس او باید کوشان باشه که نفقه از اینا رو پیدا کنه. حالا آمدیم در باره تعلیم، هیچ کس مخالفت نداره، در نظر من کس مخالفت نداره، اما کدام تعلیمی، چه تعلیمی، برای چه وقتی، برای چه ضرورتی؟ مثلا حال ما در تعلیم صحبت میکنیم، ما خلاف نیستیم، حتی امارت اسلامی افغانستان هم میتونه گفته که ما ممانعت زیر میکنیم. بله. اما مثالش هم برات میگم، ولی گوش کن، اگر یک نفر مسجد جور میکنه، مسجد خوب کار است نه؟ یک زیاد عظیمترین کار ثواب است در اسلام. نبی صلی الله علیه و آله میگه من بنا لله مسجدا کمفحص قطات بنا الله له بیتا فی الجنه. میگه اگر اینقدر امو مرغ خورترک قطا میگن در عربی، میگه اگر قدر خانه ازوره یک مسجد کس برای خداوند متعال بسازه، خداوند بر ازو خانه در جنت میسازه. بله بله، اینقدر کلان کار است. خب اما یک آدم دزدی نمیتونه که ما مسجد جرم میکنه. بله. دزدی برای خود یک جرم است. پس ایجاد تعلیم که است، تعلیم بر خواهرای ما است بکنن، شروط داره. یک شروطش این است که اختلاط نباشه، دوم شروطش این است که باید حجاب را مراعات بکنه. بله. باید ما حولش برابر باشه، هیچ مشکل هم نداره. آقای هاشمی استاد هستین و وضعیت را بررسی کردین، دیدین حالت را،
وضعیتی که در 20 سال اخیر در قبال پانتون ها و یا دانشگاه های برای محصلین دختر که در افغانستان وجود داشت، دارم یک سال اخیر که امارات آمده بود اینا میرفتن میآمدن و در پانتون هایشون هم همگی تماما دختر بود، استادایشون هم دختر بود، چه مشکل وجود داشت که حالا فرمان داده شد که تا هم رسانه ای باید متوقف باشه؟ مشکل در کجا بود از دید شما؟ من شاید حال خودم میگم، من خودم در خوشحال خان میشینم، از خوشحال خان میآمدم سر کارم وظیفه هر روز. خب صبح سر پانتون تعلیم تربیه کابل گذر داشتم. بله من. یعنی من نمیگم که همه خواهرای ما بی حجاب بود، که از 30 تا از 20 تا 30 درصدشان حجاب واقعا مراعات نمیکردن. خب اینو من خودم هم دیدم. چی رقم یعنی مراعات نمیکردن؟ مشکل حجابشون چی بوده؟ مثلا گوش کو، امی وضو نیست، وضو. بله. وضو را خداوند متعال فرض کرده برش فروز مانده. مثلا گفته دست تا بوشوی تا اونجا را روی تا باید بوشوی، پای تا باید بوشوی، سر تا مسح کنی. تو دیگه نمیتونی که از خود یک چیز ما بین جور کنی. خب اما حکمشون همونطور معینی حکم داره. لحاظا حجابی که من خودم میدیدم حداقل 30 درصد خواهرها اونا رو مراعات نمیکردن مثل که شریعت خدا میخواد. این در دست تو نیست. خب چرا نیست در دست تو؟ من مثال برات میگم. حالا اگر تو وقتی وضو میکنی، وضو دستایت هم تر است، رویت هم تر است، حتی سرت هم تر است، از تشناب بیرون آمدی، از تشناب که بیرون آمدی دمی فقط دروازه تشناب وضویت شکست، تو نمیتونی گفته که من رویم تر از دستم تر از دیگه وضو نمیکنم. نه، تو مجبور هستی میری باز چه کنی وضو کنی. هاشمی صاحب الان من حکم بله. یک دفعه بون تا آخر. پس حجاب در اسلام برای خود یک تعریف خاص داره، نمیتونی تو از خود برش جور کنی. امی تعریف شما بیان واضح کنین. مثلا ما که میدیدیم وضعیت که میدیدیم بیشتر دختر خانما حالا لباس متفاوت بود، یکی کاملا حجاب سیاه میپوشید، یکی برقه میپوشید استفاده میکرد، هاشمی صاحب یکی به طور مثال پتلون میپوشید، سرش یک کمان کوتاه وجود داشت. ما چادر در سرش بود، لباسش ما خودم برات میگم که در اساس شریعت خدا از 20 تا 30 درصد خواهرار هیچ نمیکردن، مراد نمیکردن، در هیچ شک نیست. اینا کوشش هم کردن، گفتن هم برشان بار بار تکرارن برشان گفته، اما نمیکردن. ای از چه خاطر نمیکردن؟ الله اعلم، بعضی زد میکنن، بعضی از سفارت های خارج برای خود فن دارن، بعضی چی میکنن؟ همین محصلین. بله محصلین از سفارت، محصلین نسب افغانستان محصلین به دست چی میدارن؟ اینا از سفارت های خارجی فن میگرفتن. نه میگم، مثال میگم، میگم امکان داره. چرا توی ایر امکانش دور میدونی؟ وقتی بعید است یعنی؟ وقتی که یک چیز هنوز ثبوت نشده باشه چطور امکان به ما برسه؟ خب چرا این کارو میکنه؟ وقتی که یک حکومت برای تو یک قانون میکشه، تو باید تابع قانون باشی یا نه؟ من مثال برات میگم. والا مثلا این همی شارناو که ما میاییم همینجا پیش روی مجید مال، این یک طرف هست. تو میتونی تو متروانی کنی بزد مردم؟ مثلا نمیتونی، قانون هست، باید اونمور تو تطبیق کنی. تو نمیتونی بگو که والا من تو میرم، اگر کس بکنم ما میگیم که والا قانون شکنی کدی، موترار رایش بند کدی. وقتی که حکومت یک در هر جای دنیا میتور است، در هر جای دنیا اینو میتور است، قانون بر تعیین کرد، تو باید قانون رو آقا بکنی. شما یک عالم دین هم هستین، استاد دانشگاه هم هستین، درس هم خواندین، تحصیل هم کردین، دخترها زیاد میخوان بفهمن من حیث کلانشون امی اجاب برشون چه قسم باید باشه، چی باید باشه؟ برادر محترم، برادر محترم، مردم افغانستان مسلمان هستن الحمدلله، مردم افغانستان متدین هستن، در هر خانه الحمدلله مادرای ما شیشته، بی بی های ما شیشته. اینا اگر از مادر کلان خود پرسان کنه برش میگه که حجاب چی است. اگر نه تو خودت برو از مادر کلان پرسان کن برات میگه که حجاب چرا میگه. این تو نیست که به دست تو باشه. حکم ما برات گفتم، مثال گپ خداوند متعال نماز پیشینه 4 رکعت کرده، تو نمیتونی گفته که من این 2 رکعت میخوانم. خوش دیگه شما خودتان در خانه پرسان کن از مادرتان برتون میگه حجاب چی است. هیچ نیازی به عالم دین نداره. از چه خاطر؟ از چه خاطر؟ از این خاطر که ملت افغانستان مسلمان هستند. بله. تا دیروزه که ما خود ما در افغانستان زندگی میکردیم یا حال زندگی میکنیم الحمدلله کلگیشان حجاب دارن. بله بله. و زیاد زیاد خواهرای ما از با کمال تاسف، با کمال تاسف که امو گپ خانواده خودم قبول نکردن. خداوند رحمت کنه مثل جوانای ماوری. بله بله. خداوند رحمت کنه مادر کلان ما را که فوت کردن. ما میدونم بیشتر بزرگا فوت کردن. من که همیشه دیده بودم شان زمانایم که زنده بودن، وقتی که در بازار گشت و گذار میکردن میرفتم چادرشون در سرشون میبود، یک لباس کدام چادر؟ همین چادر که همیشه خانم ها میپوشن. نه بگو چادری. یعنی شما چادری نامش رو بگی. یعنی شما موافق چادری؟ نامش رو بگی. چادری گوش کن، چادری نامش رو بگی. از این شرم نخو. نه بی بی کلان تو، نه ولد مادر تو، گوش کن برادر محترم، دایی باید جنجالمند نشیم. مردم ملت افغانستان ما رو میبینم، من خودم میبینم
در بازار یک خواهر ما همراه مادر خود میای، مادرش چادری داره، خودش حجاب نکرده. خواه خواه خود معلوم گپ است دیگه، هیچی دال دلیل است که ما تو خواه ما تو دلیل میگیم. یعنی گپ نگفتن دیگه که در کل طرف نه چادری است. هستم بالکل. چادری یک چیزی است که خداوند متعال در قرآن کریم و آیات قرآن شریف نازل کرده. ما به یک چیز زیاد با کمال تاسفی را میگم که اگر جوان طبقه ما است، محصلین ما است، حتی بعضی استادای ما، گوش کو، وقتی که همه کمونیستی در دنیا پیدا شد، مارکسیسم یعنی سوسیالیستی پیدا شد و امپریالیسم پیدا شد، زیاد مردم در مسلمان ها رفتن تخصص گرفتن در فکری کمونیستی، در فکری مارکسیسم که چطور میشه چطور میشه. حالی که یک دولت اسلامی در افغانستان است، نه محصلین ما، نه خواهرای متعلم ما، نه مثلا استادای پوانتون ما، بر خود همه قدر همون مردمی که خود اکادمیسیان میگن، اونمو مردم هم همه قدر خود تکلیف میکشه که او برادر محترم 4 تا 6 تا کتاب از مارکسیسم خواندم، بیا یک دو کتاب از اسلام بخون. خوب است. عمو تو بدلیل ناحق، بدلیل غیر علمی، غیر منطقی دلیل میگه. ممنون. وقفه میگیریم آقای هاشمی، شما هم گلو تازه بکنین. یک وقفه کوتاه را بیننده باشین. ما در ترکیش فامیلی رستوران منزل 4 مجید مال خدمت شما حضور داریم. فراموشم نشه که شاید شما دوستای عزیز بخواین که بعضی از مراسم های سالگرد، ازدواج و یا مراسم های بسیار خرد و کوچک و کلانتون را برگزار بکنین. کسایی که معسل هم هستن، میخوان که فارغ التحصیل شدن، میخوان مجالس بگیرن و حضور داشته باشن، مراسم فراغت خود را در اینجا تدلیل بکنن. در منزل 4 قسمت گلخانه با تعداد چیز کم بیشتر از 400 نفر گنجایش داره، با پذیرای بسیار خوب در خدمت شما هستن. ما واقعی هاشمی هستیم و ادامه برنامه را فراموش نکنید. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. مهمان بسیار خوب ما با ما هستن و صحبت ها را با اینا می داشته باشیم. از وضعیت اقتصادی اگر بخوایم بیشتر صحبت بکنیم آقای هاشمی، که نسبت به هر قشر دیگر خانم ها آسیب پذیرتر هستن از لحاظ اقتصادی و متاسفانه یک تعدادشان به این باور هستن که ما هم کلان خانه خود را از دست دادیم در جنگ های چند سال اخیر، شوهر خود را از دست دادیم، پدر خود را از دست دادیم، برادر خود را از دست دادیم. اما یک فرمان داده شد در این چند روز اخیر که زنها نمیتونن پس از این در ادارات غیر دولتی خصوصی کار بکنن. یک زنگ خطر و یک بحران، یک فاجعه را نمیتونن شان به تنظیم شما. ما یک چیز قبل از این باید صحبت کنم که شما قطع کردن صحبت ما را. موضوع حجاب که از در اسلام زیاد واضح هست، خدای پاک در قرآن کریم میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا الا یؤذین. یعنی خداوند متعال میگه بر مسلمان ها که بر نبی صلی الله علیه و سلم میگه یا ایها النبی، ای پیغمبر ما، قل لازواجک، بگو بر خانم هات یعنی امهات المؤمنین، و بناتک دخترایت، و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، اینا بندازن از سر خود، پت کنن خود در حجاب، یعنی حجاب داشته باشه، حالا این چادری باشه این حجاب باشه، خوب باید از سر تا پا رو پت باشه. این حکم خداوند است، این حکم اشخاص نیست که سر کس فرض بکنه. باید هر مسلمانی رو فکر بکنه که یه حکم الهی است. مثلا چون که خداوند متعال ریشه سنت کرده، حتی در درجه واجب رسیده، خداوند سر مرد به این ثواب میده. اگر این ریشه نمانه، خدای پاک ثوابش نمیده، شاید جزایش هم بده. همچنان حجاب برای خانم ها، برای خواهرای ما نمیتر است، حکم شرعی است. اگر قبول بکنه، همو کار بکنه، خداوند برش اجر و ثواب میده، که نکنه خداوند برش جزا میده. آمدم در موضوع کار. این طور است که در همی تمام دنیا اگر فکر کنی، همی هر وطن برای خود یک چیز داخلی قوانین داره، فرامین داره، چیزای میکنه، یک چیزی را میبینه که در فایده شون نمیباشه و نمور مثلا قانون رو میکشن یا فرمان میکشن، نمور استاد میکنه، هیچ کس در بارش صحبت نمیکنه. آیا شما به شکل جورنالیست محقق یک سوال از خود نکردیم که چرا هر چیز در افغانستان قدر برانگیز میشه؟ حکومت است یک تصمیم میگیره برای فایده، میگه که نمی دهی نمی فایده است. دهی فایده است؟ فایده است. فایده ما برات میگم. قرار دادن زنا در کار فایده است. گوش کو، دهی تو حالت فایده است که اگر خواهر ما خدا نخواسته میره در یک مؤسسه کار میکنه، اونجا بی حجابی صورت میگیره، اونجا اختلاط صورت میگیره، این برای دینش تاوان میکنه. یکی دومن فایده ایشی است که همین مردا باید مسئولیت خود به گردن خود بگیره. کسایی که مرد ندارن چی؟ چند فیصدش نداره؟ برو تحقیق بکن. شاید تعداد کم و زیاد وجود داشته باشه. گوش کو برادر محترم، ما که چقدر تحقیق کردیم،
اینمی هر کس که در مؤسسات کار برای خود پیدا کرده در صد یک شمی تو نیست که مرد نداره. اما اصلا یک تعداد من نمیگم نیست، گوش کو آل سکو اگر باشه ما به این عقیده هستم، مثل که مثلا امارات اسلامی افغانستان کمیسیونی برای گداها جور کرد، برای اونا هم دادرسی میتونه و میکنه. بله ما خوب متیقن هستم که هر کسی که در امی مردمی که بیکار شدن اینا عائل نداشته باشن، مردان نداشته باشن، محتاج باشن، 100% من براش میگم که هم رایشون کمک میشه و من به این عقیده هستم که حکومت سر ازی کار میکنه. یعنی در کل باید زن دیگه نمی خانه بشینه؟ نه، اینجا باز تعمیم نکنه که پشت چی برای گوش کو ولی سعی کده تعمیم نکردن شما چی فایده است؟ سوال در وزارت معارف ما 92,000 خواهر ما کار میکنه، به صفت معلم کار میکنه، به صفت مدیر مکتب کار میکنه، معاشای خود میگیرن. 152,000 نفر نمال در ساختار وزارت صحت امارات اسلامی افغانستان کار میکنه، در این دکتر صاحب هستن، خواهرای ما نرسا هستن، یعنی کار میکنن، یکی در وزارت داخله کار میکنن. متوقف نشده این، متوقف تو میگی متوقف شده هاشو میسه نی خواهر خود تنخواهش هم میده این مال خود، یعنی اجازه رفتن نداره در سر وظیفه خود. این نیز دروغ از این دروغ از این خاطر است که دخترای تو سنف 6 کی درس میداد که خنده میکنی؟ خواهر خود مکتبا بسته است، حال خوزمستان است دیگه، حال کسایی که زنام هستن اجازه ندارن که برن. تو باید دقیق باشی در روایتت، دقیق به این باشی که ما برد گفتم که امروز نه روز افغانستان اونمو اشغال و اشغال زایا که در اینجا بودن افغانستان زیر حمله گرفتن، حقیقتا نمیگن بر مردم. ما بر تو میگم که حکومت افغانستان امارات اسلامی افغانستان اعلان کرده که خواهرای ما میتونن که تعلیم بکنن، خواهرای ما میتونن کار بکنن در چوکات حکومت. خب چرا در چوکات حکومت؟ از این خاطر که احکام اسلام رو اونا میتونن تطبیق کنن، اختلاط نمیمونن اونجا، اختلاط نامحرم ها با هم بشینن، با هم مثلا در یک دفتر کار بکنن، حجابشون هم رعایت میکنن، دیگه مردم خدا نخواسته نمیمونه که علیه اونا یک اما آقای هاشمی یک گپی است که چرا به جای اینکه فرمان داده شه یک تغییرات را در ادارات غیر دولتی به وجود بیارن که مثلا شما حجابتون را رعایت کنین، دفترهایتون را جدا بسازین، که بلکس میان مکمل بسته میکنن، کسی اجازه نمیدن. این صحبت این سوال از خود سخنگوی حکومت بکو، از خاطر که حکومت شما از خود سخنگوی یک کسی که مثلا مجاهد هستین، طالب هستین، گپ ما را گوش بگی، من طالب هستم، من چی هستم؟ من سخنگوی نیستم. یک دو، من تا که ما شنیدیم به صدها مرتبه اینا رو گفته شده، نه اینا حجابم رعایت کردن، خب نه اختلاط در دفاتر خودی چی بند کردن. حتی تو امرای خود یک دفعه همینطور فکر کو، یک خواهر ما میره مثلا در مؤسسات خارجی که کلگش همو مردم خارج هستن، یک تقریبا همی خارجی ها خود در صد یکش هم مسلمان نیست که در اینجا کار میکنه. آیا این روایت میشه که یک زن و خانم مسلمان رو از اینا کار بکنن؟ در کدام دین رواست؟ کلشان هم تو بودن؟ خب اما یه دستور داده شده متاسفانه متوقف شده. خلاص یک حکومت از تصمیم میگره که در مؤسسات غیر حکومی کس خانم‌ها کار نکنه. خب خب شما بگیرین چای ما یک چند تصویر هم بر شما نشان میدم. به اساس چی؟ به اساس تصویرها بر من نشان نده که من از اول هم اتفاق و ممرایت میتونه است. نه تصویرها متفاوت است. نه تصویر است که تصویر بخشش میخوایم. تصویر است که آقای هاشمی بر مربوط به شخصیت ها نمیشه. سوال بکن. فقط امی بحث اقتصادی است و امی موضوع است که بارزای صاحب امرای تو ماشاءالله یک شخصیت هستی، خود شخصیت میگیری، همراه تو مناسب نیست که دروغ بگویی. بله. تو این مال پیش از برنامه مرا گفتی که عکس ها یک چیز بیفایده است برات نشان نمیدم. نه من براتون گفتم که عکس شخصیت ها نیست برادر محترم، عکس هیچ کس هم نشان نده، صحبت کو، سوالت بگو. این از اول ما برات تو اتفاق کردیم، هیچ کار بد نیست. خب مشکل چی است هاشمی صاحب؟ من نمیبینم عکس های کس چیز رو رد دارم، عکس کس نیست، عکس محیط است، جای است، مکان است. در مکان چه گپ است؟ خب شاید یک دیدگاه نظر مکان هم تو جای نشون نده. من میفهمم که شما پشت از این چیز نمیپالن که او خدا نخواسته برای فایده مردم باشه. خب خیلی اجازه نمیتین که تصویر رو نشون بدین. تو سوالتو بکن، در یک چیزی مناسب سوال بکن که مردم افغانستان از استفاده بکنه. چه فایده میکنه که ما شما میشینیم زره یک چیز بازم بعد نظر تکراری چیزا؟ نه تکراری نیست آقای هاشمی، مثلا شاید ما یک تصویر متفاوت داشته باشیم، بخوایم نظر شما رو داشته باشیم. خودت تا گمی گپ ما رو میزدی، از اول من بر تمرات قبول میکردم. موافق آزادی بیان هستین؟ به کدام صورتی؟ همین صورتی که ما و شما فعلا صحبت میکنیم. نه تو این صورتش فرق داره. غرب که از گوش کو، غرب حال مثلا اگر فکرت باش در افغانستان هر او شخصی که، حتی در دنیا هر او شخصی که علیه همجنسگرایی صحبت میکنه بلاکش میکنه، اگر فیسبوکش هست، اگر واتساپش هست، هر چیزی که علیه کفر صحبت کنی او آزادی بیان نیست، و هر چیزی که خدا نخواسته علیه اسلام شما استفاده بکنی آزادی بیان است. بگو ای آزادی بیانه
که حریت شخصی مردم هم میگیرم، من بیخی طرفدارش نیستم. آقای هاشمی، هر انسان بر خود حدود داره، در صحبت خودم حدود داره. من مثال برات میگم، آیا میشه خدا نخواسته که من مثلا همسایه تو باشم، میشه که نصف اتاق خود در خانه تو جور کنم در سرای تو؟ خب آقای میشه شمی. نه سوال من جواب یک موضوع شما به طور مثال حالا اجازه نمیتین یا طرفدار از این اسم ما بر شما تصویر نشون بتم و از خود قواعد و قانون دارین، ما میگین که حد و حدود وجود داره در کل. شما خودتان در مصاحبهاتون چقدر حد و حدود مراعات میکنین؟ همراه یک خبرنگار که حضور می داشته باشین، همراه یک رسانه اکس صورت گوش کو، در اون تو صورتی که از حدود خود خارج نشه ما هیچ وقت خارج نمیشه. خب ما الحمدلله در مو صحبت های خود صادق هستم، کوشش میکنم راستگو باشم. بیشتر گپ های شما بیشتر وایرال شده، بیشتر مورد بحث بوده. مثلا چند مدت پیش همکار ما را گفته بودین که نه خب باید گفته شه. مثلا شما مثلا میگین که ما میگم که همین باید گفته نشه، یک حد و حدود میگین. برادر محترم، همکار ما را گفتین که کسی که مرد باشه زن ببینه تقریبا نشه. یک عدد اینمی حدود تو نیست. ما نمیگم میگه لکل مقام مقال، ما نموج یک صحبت کردیم اخلاقا برای توی مناسب نیست که امو اندیوال تو یا رفیق تو بوده تو نمو رو باز در میدان بندازی. خب گپ شما بوده، نیست. گپ شما بوده. در این مصاحبه مبارک زیسه، اگر ما هر مصاحبه را خدا نخواسته برازی بگیریم که مردم را بیاب کنیم، مردم را بیپرده بکنیم، ای و نمو حدود است که باید ما در ایج استاد شیم. خب مقصد او گپ از اون مجلس بود، از اون مجلس صحبت کنیم، از اون مجلس یک گپ زده شد تیر شد رفت. این بر تو مناسب نیست، یعنی بر تو خود ما تو در مجلس خودم باید این تو صحبت ها نکنیم که خدا نخواسته برای یک شخصی آسیب زده شد. خدا نخواسته برش آسیب برسه، ضرور نیست. داینده تو یک کار شما هم نمیکنین؟ نه، اگر هر کسی تجاوز بکنه من جوابش دارم. خب ایر از این خاطر میگم که باید آدم تجاوز نبکنه. یعنی اگر شما میخواین در مصاحبه هایتون یک چیزی درایت در جامعه ما زیاد کنین، یک چیزی اتفاق و اتحاد بیارین، یک چیزی بر وطن خدمت کنین، یک کار زیاد خوبش است. بله بله، یعنی یک کارتان مقدس میشه. اما اگر خدا نخواسته شما مثلا پشت گپای دروغین بگردین، با بین مردم فتنه بندازین، مردم را در جنگ بندازین، خداوند متعال شما را میگیره به این کار. این کار را کی کرده عزیز شما تا به امروز؟ شما؟ میدیا؟ بله 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 بله، میدیایی که در زیر 20 ساله که در اینجا کار کرده ما فتنه انداختیم عزیز شما. بله بله، خب من دلیل برات میگم دیگه. خب من به دلیل برات میگم، شما برای من در همین کلگی تلویزیون های افغانستان که از سابق 20 سال کار کرده تا ال حال، شما برای من نشان بدین که در برنامه های خود اینا کوشش کردن که ملت افغانستان یک کنن، ملت افغانستان خدمت کنن. گوش کن، من برات میگم خب این رو باید تو قبول کنی. اگر قبول نکنی بینمی منوال که تو روان هستی میری می تو. خب لیکن حقیقت چی است؟ حقیقتی از خداوند متعال در قرآن کریم چه میگه؟ میگه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ کلمه از دهانت بیرون نمیشه مگر او را ملک پشتت نوشته میکنه. خب اگر یک مسلمان در هر جای باشه، در هر جای خواستن مردم میدیا اگر امیر در نظر خود بگیره، باز خدمت مردم خود میکنه، خدمت دین خدا را میکنه، یک کار میکنه که نه به او شکلی که سابق بود، به تو یک کار میکنه که اینمی ملت یکی شوه، اسلام در مابین مسلمان ها پخ شوه. شما از رسانه ندیدین؟ شما از اتو یک چیز را از هیچ کدام رسانه ندیدین؟ چه رقم چیزه؟ همی که بعد اتحاد به وجود بیایم، بستگی به وجود بیایم. گوش کن، حالا گوش کن، من مثال برات میگم. مثلا در سابق همی رسانه ها که بود به صورت عموم که هر چقدر صحبت میکردن، به جز ای که در مابین مردم افغانستان مثلا تبلیغ بر اشغال میکردن و علیه مردم افغانستان، ملت افغانستان که در جهاد گرفتار بود تبلیغ میکردن، حتی در آخرش باز میگفت که اعلان تلویزیونی است. شما تمام رسانه را اتهام میزنین آقای شمی؟ گوش کو، ما چه میگم خواه؟ ما ای تو میگم که در امو صحنه ای که وجود داشت امو رسانه ها اگر خدمتی از اون مردم نمیکرد کار نمیتونست. اما ثابت گپ است. اما این رسانه‌ای که هنوز هم هستن در امارت اسلامی، خب اینا مشکل نداشتن، نه فتنه انداختن نه کدام مشکل، که امروز در موجودیت امارت اسلامی هم کار میکنن، فعالیت میکنن، صحبت میکنن، نشرات دارن. من بر تو یک چیز میگم، اگر فتنه می بودن خب امروز رسانه‌ای وجود نداشت. گپ مرا گوش بگیر. حالا مثلا در دنیا دولت‌ها هست، قانون است، قانون مثال گپ، یک قانون صادر میشه، اونا را اینقدر مردم نمیپیچانه که اونا مردم به او بیخی به حالت تنزیه برسانه. شما مجرد حکومت که یک فرمان صادر میکنه که از صبح تا شام پشت از او اخته هستین، آخر خودتان هم خواب میکنین همون چیزی تکرار میکنین. خب هدف شما تمام رسانه هاست؟ تمام رسانه هاست فلحال که موجود است، کلگش همین کارو میکنه. اما یک بحث است که مردم واکنش دارن میتن. خب رسانه تریبیون است، صدای ملت است، صدای مردم است. وظیفه یک رسانه چیه؟ مشکل دیگه چیز است. وظیفه رسانه ای است
که ما به مردم برسانم پس منظر امو حکمه، پس منظر ام زو گپه، امو نفره که نمیفهمه او را بفهمانم که ای تو راست نتیجه شی تو راست. شما ولی گوش کن، من بعد تو چی گفتم؟ ما گفتم یکی از کمال تاسف ما در این عصر و زمان ای است که ما به نام مسلمان ها الحمدلله هستیم، علما داریم، خو هیچ وقتی به احکامی که ما نمیفهمیم به یک عالم مراجعه نمیکنیم. سابقی تو بود از مردم، شما میتونین از کلانا پرسان بکنین، وقتی که یک گپ میشد که اگر از عالم پرسان میکرد برش عالم میگفت که اینی حکمش از دلیل نمیگفت. ما بینش ما در طی 20 سال اخیر تو یک کیفیت پیدا کردیم که اگر آدم محض جهل می باشد، مثلا در دین خدا شاید دو کلمه را نمیگم، برو همو ابتدایی چیزا رو یاد داشته می باشه، خود در این تو مسائل صحبت میکنه که آدم تعجب میکنه که تو چرا اینقدر جرأت کردی که اینقدر کلان گپ میزنی. خب از خاطر که حقوق شهروندی پس چی شد؟ گوش کو آله، حق و حقوق شهروندی رو تو وقت میفهمی که تو کتابای دینی رو بخونی. وقتی خواندی برای تو معلوم میشه. مثال ما برات میگم، مثلا اگر نفر مریض میشه مردم نمیره پیش انجینر که انجینر صاحب برای نسخه نوشته کن، صحیح؟ مثلا میری بر کی؟ بر دکتر میری. بله. باز حتی در دکترم پیش کی میری؟ مثال اگر پیش گوش درد میکنه پیش گوش و گلو میری، کمر درد میکنه مثلا پیش ستون فقرات میری، نمیفهم. یعنی هر کس تخصص خود داره. خب اما با کمال تاسف که دین را خداوند متعال در قرآن شریف میگه اگر شما نمیفهمیدین پیش از او کسای برن که علم دارن. خب ولی مثلا هیچ وقت ما مسلمان همه قدر خود زهیر نمیکنیم که بریم پیش یک عالم بشینیم یک احکام که بلد نیستیم از اونا بفهمیم بخونیم، اما تو دلیل به جای هم راج میگه. اما یک دید وجود داره که در هر شرایط باید تصمیم گرفته شود، در هر شرایط را دیده باید تصمیم گرفته بشن. و شرایط خوانه شرایط دیدن گرفتن تصمیم، شرایط اونا خوب میخوان که هم تصمیم میگیره. خب بسیار خوب. آقای هاشمی اجازه ما ندادن که تصویرها رو برشون نشان بدیم، قضاوت را میمانیم به دست شما مردم که چه انگیزه و چه دلیل بوده که آقای هاشمی نخواستن کمی تصویر برشون نشوشه یا برم. وقفه کوتاهی را میگیریم، اما بازم تاکید میکنم در ترکیش مامیلی رستورانت منزل 4 قسمت گلخانه واقع در شهر نو کابل خدمت شما حضور. درود مجدد و تشکر از همراهی شما که تا بکنون بیننده بودین و حضور داشتین در قسمت آشپزخانه ترکیش فامیلی رستوران خدمت شما حضور داریم، جایی که شما آمدین همیشه سر زدین و حضور داشتین و دوستا و خودتان رو دعوت کردین. بیشتر غذاها از اینجا پخت و پز میشه، آماده میشه و یک طبخ بسیار خوب و عالی و لذیذ و بر شما آماده میشه. آشپز بسیار خوب ما، آشپز ترک با ما هستن و غذا را آماده کردن پیش از پیش. ما میخواییم بدانم که غذا چی است و چگونه ساختن و از چی تشکیل شده. سلام، وقت شما بخیر. مرحبا، خوش گلدین از افنده. سلامت باشین، خوش آمدین، تشکر از شما. میشه معرفی بکنین که غذا چی است؟ بیز بگون سیزا دونر کبابا از لدک، بلغور کلاومز، انتب ازمسه و دونر کبابمز. دونر کبابمز 10 یلدر ترکیش فامیلی رستورانتا این ای ازمتی وریوه سیزاره. Döner kebabımız dana etinden yapılıyor. Teşekkür, bisyar ziyat, iyi geceler. Afiyet olsun efendim, teşekkür ederim. Bertan, marifi kert, kasayı ki bu zaman Türkî veya Türkmeni aşinayı kamil daran, ben bilmiyorum ki mefhum ve kamilen giriften, ben bir şuna bisyar kutu meygim ki, yek nama kebabı döner daran, ki az goşt sohta meşe, ve hem چتنی و هم ترشیش میتونه، چتنی در کل میتونه به حساب بره و هم از گندم در کل ساخته شده. همکارای بسیار خوب، ما تقاضا میکنم این غذا رو آماده بسازن و ببرن به مهمان ما که حضور دارن و تمنای حضور شما هم در این رستوران با خود داریم. ممنون از شما. ممنون از شما، تشکر از اینکه بیننده هستین. آقای ذکرالله هاشمی استاد دانشگاه با ما در برنامه هستن و تشکر از اینام که حضور دارن و تشکر از شما بیننده های بسیار خوبم که تا با اکنون بیننده هستین و حضور دارین. ما غذا را آماده کردم، همکار بسیار خوب ما که خدمتشون معرفی هم کردیم در ابتدا و برتان گفتیم هم که چه نوع غذا است، خودشون به زبان خود برتان معرفی کردن و برای آقای هاشمی آوردیم. چطور است هاشمی صاحب غذا؟ خوب است، فکر میکنم که خدا است. چه نوع غذا را زیاد دوست دارین؟ والله برای من فرق نمیکنه. شما ما فکر بکنم که رئیس یا اشتباه نشم مدیر یکی چی است؟ من یک چیز برات بگم در باره اکسا. بله، من در یک شام آرزو یک دفعه اشتراک کرده بودم. خب
باز یک سه چهار عکس برام نشان دادن. خب باز درمو اعلان خود عکس یک نفرم مانده بودن، اما درمو که در بارش ما کدام چیز گفته بودم اونا رو قطع کرده بودن. خب از اون خاطر اجازه ندادن. لحاظا هر عکس که در چت نمانید اعلانت، از این خاطر که ما ندیدیم چیزی. مردم شما جلب و جذب به دیگر رقم بکنید. امانتداری را اولین شرط ژورنالیسمی است که امانتداری را باید شما خود زیاد حفظ بکنید. سری موضوع زیاد نمیپیچیم، اما او برنامه مشخصات و خصوصیت های خود داشت که چهره نه خلاصش میگم این تو بکنین که امید دعوت برای برنامه که میکنین، اما چیزایی که در برنامه است همونا رو نشون. اما تو یک چیز بود، شما ما را اجازه ندادین، نماندین دیگه. خب بفرمایید. خیر میگذریم، به احترام شما نشانم ندادیم و نخواستیم که کسا ببیند، چون چیزی که شما تقاضا کردین پذیرفتین. آقای هاشمی، شما چقدر یک آدم همدیگر پذیر هستین؟ یعنی میخواییم واضح تر بگویم که چقدر یک آدم ملی هستین در کل؟ چقدر ملی میاندیشین؟ چقدر احترام میگذارین به قوم ها، سمت ها، مذهب ها، دیدگاه ها و گفتار مردم؟ به طور مثال یکی میخواد بگه دانشجو، یکی میخواد بگه مؤسل، یکی میخواد بگه شفاخانه، یکی میخواد بگه بیمارستان. چقدر احترام میگذارین به این مسئله شما؟ حال تو دمی چه برنامه ششتی ده دفعه گفتی دانشگاه چیز نگفتم. در اوایل مشکل داشتین؟ نه گوش کوی صحبت بار بار ما تکرار میکنیم. هیچ مشکل ما امرای اشخاص ندارم، اما فرهنگ یک ملت و یک دولت باید تغییر نخوره. خب فرهنگ ما، زبان ما ای نمیگه برش، خلاصش ای بود. اما ای که اشخاص چی میگم، مثلا یک نفر میگه یونیورسیتی دیگه، ما خود گفته نمیتونم که نگو یونیورسیتی. شخص هیچ مشکل هم نداره. مشکل هم ندارین شما؟ شخص چه مشکل داره؟ فرد دیگر پذیر هم هستین در کل؟ چرا نیستیم؟ در ملت ما الحمدلله قسم قسم مردم هست، لله الحمد، ما هم مسلمان هستیم. چرا نباشم پریز؟ چی مشکل هست؟ میاییم از امی قار بودن یکم که کمش میکنیم باشیم. صاحب برنامه هست، میخواییم دوستانه تر و رفیقانه تر باشیم. بیاین از این بگوین که شما مسئول یکی از هتل‌ها هستین در شهر کابل. ما زیاد کوشش کردیم که در مسائل خصوصی خود صحبت از این خاطر نکنم. خب که یک خاص، هر نفر برای خود یک حریم خاص داره. یکی بله. دو، من اگر مسائل دایی بشه که فلانی منصب داره یا فلانی چوکی داره، ما ای را کس مردم به این ترجمه نکنه که سخنگوی دولت است. بله. از این خاطر من مسائل خصوصی خود را دائما در این مباحث کنار میگذارم. دیگه خوشم هم میاد از این خاطر که من میخواهم که اینجا بر مردم افغانستان که صحبت میکنیم یک دیدگاه خاص برای خود دارم. من به اساس دیدگاه شخصی خودم رای مردم صحبت میکنم. یعنی این برنامه قسمی از آقای هاشمی که مردم میخواین از خود شما بیشتر بدانن، از شخصیت شما میخواین بدانن، از زندگی شما میخواین دوست دارن بدانن. خب گپای سیاسی و موضوعات خب برنامه سیاسی است که شما میشنن گپ میزنن. یعنی هدف من از این سوالی بود که شما وقتی که مسئول یک هتل هستین، کسایی که میان ازدواج میکنن، عروسی میکنن یا محافل خود را میگیرن، محدودیت بر شما وضع میکنین؟ اجازه میدین که موسیقی بنوازن، حضور داشته باشن در محافل خوشی خود؟ یعنی موسیقی را خدا پاک اجازه نداده، تو اجازه میدی برش؟ آیا تو بر جایز میدونی؟ در 20 سال اخیر میرم این روال داشت در بین خوشی های مردم مثلا در گوش کو برادر محترم، من برد گفتم نه، ما باید خداوند متعال در قرآن کریم چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مردم مسلمان مؤمن، شما به اسلام به کامل داخل شین. مثال برات میگم، مثلا یک نفر گفته نمیتونه که من نماز میخوانم زکات نمیدم بلاد ولعاذ بالله. احکامی که متعلق به اسلام است، او رأی اشخاص کار نداره، خداوند فیصله کرده او را که حرام است، این ناروا است، این روا است. مثلا خداوند متعال سود ناروا کرده، سود حرام گشتانده، حالی است که فایده را که کسی مردم سر تجارت خود فایده میکنه حلال است، بیع است، بیع شراء است دیگه. از ما مقصدم این است که هر حکم اسلامی که حکم اسلام باشه، او را باید آدم پایبند باشه. یعنی هدف در کلی است که مردم در مراسم خوشی خود چگونه خوشی خود را تدلیل کنن؟ آقای هاشمی، آیا تنها خوشی در موسیقی است؟ خب یک تعداد دوست دارن موسیقی داشته باشن در محفل خود، یک تفاوت. من خودم نمیبینم، من خودم میبینم خوشی در او جایی است که انسان پایبند اسلام باشه. خب شخصا این باید هر مسلمان عقیدش باشه. این نظر شخصی شماست دیگه. نه خوی عقیده دین است، حکم اسلام است. خب بسیار خوب، خوشی رو در قرب خداوند پیدا کن. خب بفرمایید غذام نوشو جان بکنین. بس خیر. بس از قار است یک رقم باشه. نه من برات گفتم که چی است، وقت است یک کم بزاگم برنامه رو نهایی بتین. آقای هاشمی، شما یک قصه کرده بودین از امیرالمومنین که در حکومت سابق و یا دور آقای ملا محمد عمر شما
تمایل داشتین ببینین، شان هم قصه‌تون هم شنیدم. آیا تا به امروز امیرالمومنین آقای ملا عبت الله از نزدیک دیدین؟ بله، خودم در خیمه روی جرگه بودم، بر حضور داشتم، شیخ صاحب محترم صحبت کرد، خود ما صحبتاشون رو گوش گرفتیم. یعنی بجز از اون خیمه روی جرگه تا با کنون شخصی ندیدین شانه؟ نه، صحبت کردن در سر استیج بدور از کمره. 5000 عالم در حضورشان شیشته بودن، برشان در استیج صحبت کردن. در تصویر خوب است، چهره شان تصویر خود نمیگره، گوش کو در تصویر ریتور است که تصویر خودش که همی ما و شما شیشته مال یک مجبوریت برای ما ایجاد کرده، اگر نه خود تصویر حرام است. خب ثابت گپ است، بغیر از ضرورت کس تصویر چه میکنه؟ گوش کو، ما در نظام سابق اگر فکرت بوده باشه، اینقدر مردم شخص پرست شده بود که در هر جای عکس یک کلان بود. حال در امارت اسلامی الحمدلله تو شخصی عکس هیچ کس نمیبینی، نه نه در کدام چوک عکس وزیر داخله است، نه در کدام چوک عکس وزیر دفاع است، نه در کدام چوک. چرا؟ شخص پرستی در اسلام نیست، خدا پرستی است. لحاظا عکس وقتی که عکس ضرورت نباشه، وقتی که عکس ضرورت نباشه گرفتنش ناروا است، چیزی عبث است، حرام است. بله، در کجا ذکر شد حرام است تصویر گرفتن؟ حالا تو یک دفعه مو قدر علم حاصل که باز مامور دلیل میگم. شما خودتان امیره بگین در کجا ذکر خود شد. من میفهمم که برات بگم، خاله خودم میفهمم، اما بر تو دلیل از خاطر نمیگم که تو دلیل بدون از علم میگی. لحاظا یک شخص شما بدانم، شما یک عالم را... کسی که علم میدانی، من که تو را هر چی بگویم تصویر در کجا حرام شده؟ من میخوام بدانم این موضوع را. برادر محترم، تو اگر میخوای بدانی، یک کتاب وردا پیش مولوی صاحب مسجدتان بشی، براتون ان شاء الله شرح همه. یاد شما نیست من؟ نه، شاید از یادم رفته باشه. خیلی شما پشت کردین دیگه به شریعت و اسلامی چیز اومدین در تصویر حضور دارین. نه، من بر تو چه گفتم؟ ضرورت نباشه. خب ضرورت از حالا؟ حالا یک ضرورت است. ما کوشش میکنیم که امیدی که ما برای 40 سال زندگی خود در این امید داشتیم، به خداوند متعال مردم افغانستان قربانی دادن که یک نظام اسلامی بیایه. ما مکلف سر خود میدانیم که از نظام اسلامی، از مردم افغانستان، از اسلام دفاع بکنیم. خب یک ضرورت است که باید کار بشه. یک چند سوال بسیار کوتاه دارم از شما و کوتاه بسیار نظر شما را در این مورد میخوایم. آقای هاشمی، آخرین باره که گریه کردین و یا ناراحت شدین، اشک از چشم شما آمد، چه زمانی بود؟ وقتی پدرم وفات کرد. خدا رحمتشان کنه. آیا یک خانواده و یک شخص ثروتمند و پولدار هستین؟ نه. ثروت ندارین؟ دارایی ندارین؟ نه، الحمدلله روز میگذره، یعنی گزاره میکنیم. خب ثروتمند نیستم. خب بسیار خوب. یک زن و یا سه زن؟ چیز شخصی است، تعلقم به مردمم نداره. نظر شما مثلا، من اگر خداوند متعال شما دایرکت داد مصاحبهتان شخصی، خداوند متعال نه شخصی است. خداوند متعال در قرآن کریم گفته که شما میتونن که بگیرن فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، شما میتونن دو زن بگیرن یا سه زن بگیرن یا چهار زن بگیرن، خداوند متعال روا کرده، حکم خداوند است. هر کی که میتونه خداوند توفیقش داده باشه بگیره، خوب است، حکم خداوند متعال است. خب بسر چشم قبول داره. خب اگر بر شما زمین مساعد شوی کارا میکنیم، هر کس که مساعد شوه، اولا که حال پدر شما رو خدای پاک مرحمت کنه، خدا بیامرزش، اگر همی هر کس باشه که قدرت پیدا کنه زن میگیره، این یک چیز عادی است. خب بله، بسیار تشکر آقای هاشمی، ممنون از اینکه آمدین صحبت کردین. سلامت باشین، امیدوارم که ناراض نباشین و خفه نباشین از برنامه. بسیار خوش شدیم شما را از یک بار دیگه از نزدیک دیدیم. روال برنامه همین گونه است که باید متفاوت صحبت بکنیم و همچنین بعضی از زاویه های پنهانه که در زندگی و یا کار وجود داره به تصویر کشیده بشه و به مردم به تصویر کشیده بشه. بسیار تشکر. والله ما خب بخوی کلمه آخر خود براتون میگم، کوشش کنین که روش ژورنالیستی خود را تغییر بده. خب بسیار کوشش کنین که مردم افغانستان جوان طبقهشان روشن فکر شود، توان جوان طبقهش سوق به اسلام شود، سوق به اخلاق اسلامی شود، سوق به کردار اسلامی شود، افتخار بکنن سر خود. ما الحمدلله از خود خداوند متعال دین مقدس اسلام به ما داده، جای افتخار است. خداوند متعال به ما یک حیثیت داده، ما چرا حیثیت و افتخار خود از دست بدیم؟ بله بله، یک ملت هستیم که سرشار گفتن مردم، یک ملت هستیم که 40 سال میشه ما برای اسلام قربانی میدیم، مردم برای دنیا قربانی ندادن. بله بله، یک دیدا مردم دارن که شما توقع دارن بیشتر هم دیگر پذیرتر شوین و بعضی از ارزش هایی هم که در نظر رسانه ها و خبرنگارا و بعضی موضوعات دیگر هم است، شما این را بپذیرین با پیشانی باز، با لبخند. نه، من هیچ چیز نمیگم، اون چیزای شخصی خود انسان است. خب من اما وجیبه خود را اجرا میکنم. من میگم که از جایی که خدا نخواسته
ما صبح سرمزی چیز خداوند متعال ما را جزا بده و ثواب بده خوب است. تشکر بسیار زیاد آقای هاشمی، ممنون از این که آمدین، سلامت باشین. این بود این برنامه در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودین و در اخیر فراموشم نشه ترکش فامیلی مجید مال منزل چهارم قسمت گلخانه تمنای حضور شما را داره، انتظار شما را داره، بیاین و محفلتان را در اینجا برگزار بکنیم. بسیار سپاس از شما که بیننده بودین و همراه بودین. این بود این برنامه، تا درود دیگر و یا مهمان دیگر شما را به عزت و ممنون میسپاریم. خداوند نصر نگهدار.